بیایید با هم آماده بشیم بریم هالووین. همونطور که میدونید شما برای هالووین باید کریه‌ترین، ترسناک‌ترین و منفورترین کاستومتون رو بپوشید. پرونده ارزشی یا حجاب‌بانم بذارید. وای من نمیتونم نگاه کنم. وای سلام دوستای من، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. آرش کماگیری هستم با یه ذره صدای گرفته خش پیدا کرده، فکر کنم بخاطر هالووینه، نمیدونم. تازه مسافرت اسپانیا برگشتم، رفتم هالووینو تو اسپانیا تجربه کنم. واسه اولین بار ولاگشو پخش کردم، دیدین یا نه؟ چند روز پیش پخش شده. امروز می‌خوایم سراغ ویدیوهای هالووین، چون یواش یواش از ویدیوهاش میاد بیرون، وایرال میشه. من بهترین ویدیو رو انتخاب کردم، هم دیگه می‌خوایم نگاه کنیم. لتس گو. رفته واسه هالووین آدم جمع کنه. آخه چقدر بامزه است. بچه من توضیح بدم واسه کسی که نمیدونن. حالا درسته هالووین به اون خشم بودنش و قیافه عجیب غریب معروف شده، ولی در اصل قسمتی که واسه بچه ها ارزش هستش که شبا لباسه بامزه میپوشن و میرن خونه همسایه در میزنن و آب نبات هدیه میگیرن. مثل بچه کوچولی که نگاه کنه آب نبات میخواست بیچاره. برام جلات میخری؟ First time trick or treating. اولین بار شده میخواد بره آب نبات بگیره. رفت تو. خیلی احساس خودمونی میکرد دیگه، رفت تو خونه. چقدر بامزه است. دفعه اولشه دیگه، تجربه نداره. تازه یه روشو افتاده بگه که آب نبات میخوام. البته همیشه اینقدر همه چی خیلی خوب و مهربونانه جلو نمیره. بعضی هم مثل این دختره میان کل آب نباتو خالی کنن، ولی یه یارش گفته لحظه آخر که اینجا دوربین هستش و چند تا بیشتر بر نمیداره. چه کاری آخه میخوای کلشو برداری؟ با فرا کرد وجولات نداشت. آخه رفته آب نبات برداره. اوه چرا بچه نمیترسه؟ الان ترسید. خیلی باحال بود. بی ناموس دلغک. یا که این با همچین قیافه اومده آب نبات بگیره. اوه چرا باحالن؟ خانوادگی اینجوری اومدن. ولی چرا باید خانواده اکتیو و باحال باشن با هم دیگه اینجوری لباس باشن میان تو هالووین بیرون؟ خیلی باحال بود. این هم خیلی خوب خوشون درست کردن ها ایوان. ولی چیزی که خیلی واسه من عجیب بود و خیلی ازش ویدیو پخش شد تو تیک تاک، این ویدیو بنیا کنی، این دختر رو هوا وایستاده، ولی چیجوری؟ حتی اگه عروسک هم باشه. آها داره نشون میده چیجوریه. آه یه جی درست کردن که خیلی طبیعی شده. چقدر تمیز در آوردن. بعد تو شب اصلا معلوم نمیشه نخواه، واسه همین خیلی همه سورپرایز شده بودن و ازش ویدیوی زیادی اومده بود. اینجوری خوبا. خدایا هم حوصله داشته باشه، وقت داشته باشه همین کارا بکنه. زندگی همیناست، یعنی خوش گذرونی، یعنی از هر بهونه استفاده کنین خوش بگذرونی. حتی فروشگاه هم دیگه این روزا از هر از هر تبلیغ استفاده میکنن تا مشتری رو جلب کنن. باحال بود. چه باحاله. روزه قبل هالووین خود هالووین کلن بازار میکاپ حسابی داغه داغه. به نظرتون چه تغییری میخواد بکنه؟ آخه این دختر خوشگل چجوری میخواد ترسناک بشه؟ با همچین وجناتی قبول داریم؟ تا اینجاش که ملوث شده بیشتر.
بله 100%. همین با ما منتظر بودیم بترسیم این چیه، این بیشتر خوشمون میاد که جون اینا هالووین شدن؟ نه چه رفتی هالووین داره؟ ولی خوب بود، ما از اینا احتیاجم تو هالووین باشن. چرت و پرت میگه بینا چه تغییری میکنن؟ منم دستگیر کنی خواهشم. اینا هم ترسناک نشن، فقط خوشگل کردن خودشون میشن. حتی بعضی ها خونه هاشون نکنه اینچ به این سبک وقت میذارن، خرج میکنن، دیزاین میکنن. واو. البته این چیزا رو بیشتر تو امریکا میبینه به نظر من، حتی تو اروپا هم دیگه انقدر ارزش نمیذارن، انقدر یعنی وقت نمیذارن. او به نظر میاد ایرانی باشن. اون کی آویزون کردن پشت؟ ایول دمتون گرم. آقا خیلی باحال بود. آقا اگه بچه امریکا هستین یا هر جا دیگه هستین، هالووین سال بعد مریو رو من دعوت نکنیم، بیام یه ولاگ باحال بگیرم. اگه اینجوری انقدر وقت بذارین و خودتون درست کنین، خیلی باحال بود. اوه بعضی ها اینجوری آب نبات رو تحویل میدن، دیگه نمیخواد تو در خونه بری بیای. چه ایده خلاقانه ای. بعضی از خونه ها مثلا تو امریکا گفتم خیلی سنگ تموم میذارن. چند تا ویدیو بال پیدا کردن، نیا کنیم مثلا این محله رو، نمیدونم دقیقا کجا هستش ولی خیلی خفن خرج کردن، وقت گذاشتن. نگاه کن خونه شونه کردن موزه. فقط اون ویدیو هم نیستش، این ویدیو هم هستش. واو این تو خود امریکاست. این دیگه خیلی وقت گذاشته، خیلی هزینه کرده. هنوز تو آلمانش هم اینقدر خبر ها نیست، حتی اسپانیا هم رفتن به اون صورت وقت و انرژی زیاد نمیذارن، ولی امریکا خیلی، چون از اونجا هم میاد خیلی جدی میگیرن قضیه رو، خیلی بالتره. آقای اومده مامانش رو بترسونه، حواسش نیست. آش خانم سمت راستتون نیا کن. بای نگاه کن دیگه الان باید ببینه. خوب بود. سلام. یکی از سرگرمیه حالا بینم این کدو تنبله که دیزاینش کنی دیگه. چقدر باحال شد. من چند روز پیش ویدیو دیدم در مورد همین داستان کلوتنبه که چرا اصلا تو هالووین مورد استفاده قرار میگیره. یه ویدیو ایرانی پیدا کردم، راستش بخوام نمیتونم 100% تایید کنم، ولی با هم دیگه نگاه کنیم که داره توضیح میده که چرا اصلا کلوتنبه واسه این روز استفاده میشه. میدونید چرا تو هالووین از این کدو تنبلا میذارن و توشو چراغ یا شمع میذارن تا روشن بشه؟ تو این ویدیو میخوام داستانشو بهتون بگم. بگو. یه افسانه ایرلندی هست که روزی روزگاری یه آقایی بوده به اسم جک خسیس. یه روز که جک داشته نوشیدنی میخورده، شیطون رو هم به خوردن نوشیدنی دعوت میکنه. بعد از اینکه نوشیدنیشون رو میخورن، چون جک آدم خسیسی بوده و نمیخواسته پول نوشیدنی‌ها رو بده، به شیطون پیشنهاد میده که تو بیا خودت رو تبدیل به سکه کن تا ما تو رو پرداختت کنیم، و شیطون هم زیر بار میره. بعد از اینکه شیطون خودش رو تبدیل به سکه میکنه، جک به جای اینکه اون سکه رو به جای پول بده به صاحب اون بار، اون رو توی جیبش میذاره، و چون توی جیبش یه دونه صلیب نقره‌ای بوده، شیطون همه قدرتاش گرفته میشه و نمیتونسته خودش رو به حالت اول برگردونه. طبیعتاً شیطون خیلی از دست جک عصبانی میشه، اما کاری هم از دستش بر نمیومده. جک میگه که به یک شرط میذارم بری، اون هم اینه که وقتی مردم من رو به جهنم نبری. اینجا هم بگم تو مسیحیت جهنم در اختیار شیطونه و شیطون صاحب جهنمه. شیطون هم قبول میکنه و آزاد میشه. مگه جهنم تو اسلام واسه شیطون نیست یا واسه کسی دیگه ایه؟ نمیدونم خلاصه به نام کی زده، حالا نگاه کنیم. بعد از مدتی هم جک میمیره، اما چون آدم خسیسی بوده جایی تو بهشت نداشته و از طرفی هم قرار با شیطون داشته که وارد جهنم نشه. پس جک محکوم میشه که تا آخر عمرش روی کره زمین سرگردان بمونه. شیطون از جهنم یک زغال روشن برای جک میندازه که روشنی راهش باشه،
اما چون خیلی داغ بوده اون رو توی یک کدو میذاره تا دستش نسوزه و مثل یک فانوس ازش استفاده میکنه. از اون موقع است که به اینها میگن جک آف لانترن یا جک و لانترن یا فانوس جک. بی ناموس جک. ولی سوالی که مثلا پیش میاد اون کدو چرا اون موقع خالی بوده که اینقدر راحت این زغال انداخته توش؟ معمولا کدو پرن دیگه. ولی در صورت جالب بود دیگه، افسانه ای نباید بیشتر باشه. آخ آخ اینو نگاه کن، بره میره آب نبات بگیره. چه لباس خوشگل اندار. Knock on the door. Knock. در بزن. Ruby go like this on the door. Bang bang bang. در بزن. Ruby. میبینین تو خونهشون اصلا این سطل آماده پر کندی و آب نبات گذاشتن. چقدر بامزه بود. بای این چیه پرانکه؟ You okay in there? خب دوری مخفی ببینیم چی میشه. یه موز داره میاد جلو. بعضی فکر میکنه عروسک دیگه نشسته. Oh my god, they're telling their kids it's stuffed. بچه به گری افتاد بدبخت. اینجا چی نمیشه نمیشه که بچه خوابه، لطفا سه تا بیشتر ور ندارین از این آب نمات ها. نمیشه سه اصدا نکنیم دیگه، بچه خوابه. ولی دیدین چی شد؟ کل آب نمات ها رو خالی کردن لعنتی ها. با تو سه تا برداریم ولی بیشتر ورشن. آه نگاه این افر اومد جبران کرد. چقدر جالب بود، گذاشت مثل بقیه بیا استفاده کنم. دمش گرم. ما اینو نگاه کن تو رو خدا پسخلیو. با سطل خیلی بزرگ بود واسش. خب بیچاره آخه خیلی بامزه بود. ولی نظر من بهترین کاستوم یا بهترین دیزاین لباس هالووین این لباسه. Why are you crying? Are you scared? Mommy. Wow. یعنی یه نفر همچین دیزاینی کرده خونه‌شو. چقدر جالب. چشا رو. دیزاین خونه واسه تو نگم. عجب حرکتی زده. چقدر دوستش هم اونجا بودن اینا به چشم میدیدم. دمش گرم، خیلی باحال بود. I was looking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. این در خونه‌شو دیزاین میکنه، میتونیم نگاه کنیم چی درست میشه دیگه. معمولا این چیزام خیلی ارزونه خریدنش، یه عنکبوتا و تار و فلان، انقدر نباید هزینه ببره. بذار کار زیادی هم نکرد، همین بود فقط. چقدر راحت. وای بازم بچه ها. اوکی در شی ایس. های نو دونت گو اینساید. رفت تو. وای جمی جست وید ات دور. بچه ها اینقدر راحت ها سری میرن تو. یه خواهر برادر داریم. What do we say? That's okay. Can I have my favorite? Can I have one? Hey, پشمک آج عبدالله هم میده اینجا. Christmas came early this year. Giving out a whole box. آه یه باکس پنجاه تایی دادش. این یه خیلی لارجه. Chocolate or money? Money. Here you go. بچه بزرگه پول خواست، کوچیکه بگن بچه بود آب نبات میخواست. اینا چه تغییر میکنن؟ قطعا نظر من نظر ایشون نزدیکتره. این بهم میگه لباس هالووین خوب قشنگ. خیلی قشنگه.
این چه تغییری میخواد بکنه؟ چقدر من این میکاپ رو من دیدم توی مالاگا اسپانیا که بودم، خیلی این شکلی کرده بودن خودشون رو امسال. اونم یه مدل اسپانیایی میخواد تغییر کنه، ببینیم چه تغییری میکنه. شلاقش هم آورد. یا الله. چه باحال، این بازی کمبت بود یا تیکن بود، کدومش بود؟ که اسمشون رو یادم نیست شلام. این خیلی خوشم اومد. من دوست دارم مثلا اینو داشته باشم یه بار حتما. چقدر باحال، ایدهش خیلی خوب بود. خب این دختره چه تغییری میخواد بکنه؟ اوه. نه خوب درست کردم. این گرازا از کجا اومدن؟ اینا کیان؟ ایرانی نیستن؟ حالا یه ورژن ایرانی نگاه کنی این وسط. این همه خارجی نکنیم هالووین لباس شواز میکرد، قیافه شواز میکرد، بریم ایرانی ها چی کار میکنن؟ با این آهنگ آخه؟ این آهنگ ایرانیه؟ حالا دیگه اسمش هم زده. عزیزم حداقل یه آهنگ ترسناک بذار، ما اینجوری باید میخواییم برقصیم که یه مش آدم مجازی هم بکش بیرون، بهشون فکر نکن. این هم یه ورژن ایرانی، ببینیم چه تغییری میکنه. اوه چشار میبینه چیزی؟ اوه باریکلا، تا الان که بهترین بود به نظرم. نه خیلی خوب بود. یه چالش تغییر هالووین وطنی دیگه، ببینیم چه تغییری میکنه. این بیشتر بامزه و کیوت شد. نه یه دونه پارتی ایرانی هم برگزار شده بود که با هم دیگه ببینیم. بتمن داره از عمو حسن میزنه. هالووین رو نگاه کن تو رو خدا. خدای قبول داریم، ما اکثر ما ایرانی کاتگوری دیگه ای هستی، اصلا واسه خودم داریم حال میکنیم، اصلا فاز یه چیز دیگه بود. خیلی هم تو اسپانیا همچین استایلیو زده بودن خانم راهبه. به به خیلی هم عالی. تا باش از این راهبه ها. الهی شکر. بیایید با هم آماده بشیم بریم هالووین. همونطور که میدونید شما برای هالووین باید کریه ترین، ترسناک ترین و منفورترین کاستومتون رو بپوشید. ارزشی یا حجاببانم بذارید که به خانومای با حجابی که به پوشش دیگران احترام میذارن توهین نشه و بدونن که ما بین اونا و ارزشی ها تمایز قائلیم. البته با این حال باز یه سری الان هنوز ادامه داره، من دیگه تمام ندارم. اینا همونایی هن که بهشون میگی حاجی مملکت داره به چخ میره، میگه نه شما میخواین لخشین. وای من نمیتونم نگاه کنم. وای تا الان ترسناک‌ترین و چندشترین موجودی بود که میتونستم نگاه کنم. البته پرانتز از باز کنه، این وسط به کسی بی احترامی نشه. کسی که اعتقاد خوششان و باعث مزاحمت واسه کسی نمیشن میتونن تا آخر عمر اعتقاد خودشون نگه دارن، ولی منظور این ویدیو با کسایی بودش که دوست دارم اعتقادشون رو بشپونن توی نفر وری و بزو با خودشون برن بهشت. آخه این پیشولو نگاه کن، تو هم هالووین شدی؟ مثلا ترسناک شده؟ چقدر بامزه است. این هم یه ویژن وطنی هالووین، خیلی فرق نکرد ولی خب بد نبود. بدکش نیست. اینا نگاه کنید تو خدا، عیسی مسیح مثلا. چقدر قشنگ درست کرده، مثلا میره فقیرها کمک میکنه. خیلی خوبه. ولی اینا چی فکر کردن ما قالیچه حضرت سلیمون رو داریم؟ کاش یکی بیاد از ایرانیا این کارو بکنه سری بعد. نه باحال میشه. اینجا تو آلمان بچه توی که شهر بازی آلمان برگزار شده بود. شهر بازی بزرگ معمولا واسه هالووین برنامه خیلی ویژه‌ای دارن، مثل اینجا. حالا
حالا این سری هالووین تو عربستان هم یه ذره بیشتر رواج پیدا کرده و اجازه دارن بیشتر این پارتی برگزار بشه. چند ویدیو اونجا دیدم با هم دیگه نگاه کنیم. اینجا تو عربستانه. رسما این سری پارتی برگزار کردن و خیلی از مردم عربستان هم شاکی بودن سر این قضیه، میگفتن آخر زمان شده و چرا این کارو دارین میکنین و اینا جهنمی هستن. این داستانی که خودمون تو ایران بعضیا داریم دیگه. خیلی خوب حداقل اجازه دادن رسما این برگزار بشه، اینش خیلی خوب بود. اینجا مثل این ویدیو نگاه کنین، بالاش نمیشه علامت، به فارسی ترجمه کنم میشه علامت روز قیامت در عربستان و پایش نمیشه از سخت برده. حالا این وسط تو آلمان هم که سری هالووین برگزار شده، بعضیا که بی جمعه ندارن و اکثرا باید بگم متاسفانه خود آلمانیا نیستن، توی برلین توی یکی از محله ها فکر کرده بودن که جنگه. ببین چیکار کردن. شویره هالووین کواله این هامبورگ. تو هامبورگ بوده. مل ایما برنن. ست آشقا آتیش زدن و این شوخی های خرکی که مثلا بعض وقتا ما خود تو کشور خود رو میبینیم دقیقا همون جوری برگزار کردن. این دیگه هالووین نیستش خدایی. Yeah. Zumeist vermummte Jugendliche tauchen im Stadtteil Lurup auf. Bei einem Supermarkt gehen Scheiben zu Bruch. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Yeah. خدای چیزایی که تو امریکا نگاه کردم چه جوری بود. اینا از هامبورگ دیدین چه اتفاقی افتاد؟ البته بگم که همه شهر آلمان دیگه اینجوری نیستا، ولی خب یه سری جوونا بعضی دیگه یه طرف دیگه داستان افتادن، جنبه هالووین رو کلا درک نکردن. اینجا هم باز تو آلمانه، توی که شهر بازیا اینم باحاله. باز اینجا خیلی خانوادگی تر و باحال تره. یه بارم از دارم یک سال اینجور جا اینجا واسه تون ولاگ بگیرم. یه چیزی هم که خیلی جالب بود این سری ویدیو شما رو بیرون میگفتم باید دقت کنی، میگفتن که آب نباتی که بچه ها میدنم بهش چکش کنی حتما که نکنی مثل این داستان. الان یه آهنربا گذاشته بود و بذار بازش کنه توش ببینی همچین چیزی بوده. حالا من نمیدونم این ویدیو فیکه واقعیه یا این اتفاق میفته نه، ولی خب به هر حال مراقب بچه‌هاتون باشین تو اینجور مراسم ها، حتما چک کنید. خب به هر حال دست هر کسی میشه گرفت، ای جای غریبه ای میری، حالا همسایه‌ها فرق میکنه. رسیدیم به آخر ویدیو بچه‌ها، مرسی که دارن تماشا کردین، امیدوارم که دیدن ویدیو لذت برده باشین. سعی میکنم هر سال ولاگاشو حتما یه جایی برم این ویدیو جدید واسهتون میگیرم و اینجور ریاکشن هم داشته باشم واسه هالووینو. منتظر ویدیو جدیدترم باشین که یه روز زمین ویدیو داریم. کانال تلگرام هم راه انداختم راستی، اینجا آیدیشو مینویسم و تو قسمت توضیحات دیسکریپشن هم لینکشو میذارم. جوین بشین اگه فکر میکنین که ویدیو رو عدس میدی و خیلی وقتا متوجه نمیشین ویدیو با اینکه زنگوله رو زنین. تلگرام فکر کنم بهترین گزینه هستش که از تک تک ویدیو باخبر بشین. تا ویدیو بعدی خدافظ.